اینجای بازی آیکون بالای 1 میلیون زدن هنر میخواد. آقا امروز دوباره با هم دیگه اومدیم، میخوام بهتون یاد بدم که چجوری آیکون خوبو بکشیم بیرون. اون دفعه تو پک بودش، اگه ندیدین ببینید که خودم هم تقریبا چیز خوبی زدم و بچه‌هایی که از متد من استفاده کردن از خود من بهتر زدن. و الان تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم از پلیر پیک آیکون چجوری بازیکن خوب بکشیم بیرون، که این متفاوته، نکته ریزی داره که پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. لایک و کامنت و سابسکرایبم یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا آیکون پلیر پیک دو تا داریم کنار همه، بک تو بک میخوایم بزنیم که این دوتاشون آماده است و اینجاست. خیلی سریع میخوام متدو بهتون بگم که چی به چی و چه جوریه، بعد بریم شروع بکنیم. خب اولین کار اینه که آقا میدونید وقتی ما میخوایم آیکون پلیر پیک بزنیم، نکته ای که داره اینه که تو آیکون پلیر پیک ما نمیتونیم از چیز استفاده بکنیم، از کیت و اینا استفاده بکنیم یا حتی کانسپت. توی قبلی ما از کانسپت ها استفاده کردیم چون پک بود، زدیم رفت کلاب و رفت تو کانسپت ها، ولی اینجا نمیشه. یه نکته میخوام بگم، این نکته کنکوری هستن در این حد. خب حتما دقت بکنیم بهش. ببین اینجا ما هیچ تغییر خاصی نمیدیم، یعنی کیت هر چی دلتون خواست بپوشین، همون کیتی که در حال حاضر داشتین رو بپوشین، اصلا مهم نیستش. ولی بج کلابتون رو یا لوگو باشگاهتون رو یه دونه برنز بذارید. این خیلی مهمه ها. ببین برنز هم تازه دوتا برنز داریم، یه برنز کامان داریم یه ریر داریم، برنز کامان بذارید، این خیلی مهمه. یه هر چی دلتون خواستش، چیزای خوشگلی هم خدایی داره، هر چی که دلتون خواستش سلیقه‌ایه. من الان این چیزایی که روش نوشته تیلو گذاشتم رو نمیدونم چرا خوشگله باحاله، ولی مهم نیست، فقط مهم اینه که برنز باشه. این تا اینجا کار. و حالا نکته آخر که مهمترین نکته است که فکر کنم تا حالا انجامش ندادیم، اینه که ما میریم اینجا به انتخاب خود استادیوم. با این استادیوم تم و اینا هیچ کاری نداریم، ما انتخاب خود استادیوم رو میاریم و برونز رو میزنیم که واسمون این استادیوم رو بیاره. این استادیوم استادیومیه که شما وقتی آلتیمیت تیم رو شروع میکنید این استادیوم رو دارید و ما میزنیم و بک میدیم عقب. نگاه اصلا چقدر کوچولو موچولوه نسبت به اونی که بودش. یعنی اینکه آقا ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ای رحم کن، لطف کن، کمک کن، بهمون یه چیز خوب بده. ما حتی استادیوم خفن هم نداریم. اینجوریه که یوها مثلا شما از سانتیاگو برنابو میرین ورزشگاه دستگردی، همچین چیزی بداره. میریم حالا سراغ پلیر پیکامون، میریم سراغ پلیر پیکامون. بچه هم که گفته بودن این کارا رو میکنی که ویدیو تشتقه بشه، مانیتایز بشه، خداییش اینجوری نیست. میدونید که من یه پیکو بخوام رولت بکنم یا یه پکو بخوام رولت بکنم خودش در 12 دقیقه میشه. این متده یه چیز واقعیه که اگه ایمان نیاوردین هیچ عیبی نداره، همین الان با دیدن این پلیر پیک ایمان میارید. اصلا این پلیر پیکو میخوام بزنم که ایمان بیارید. تنها کاری که الان لازم بکنیم اینه که مانیتورمون رو میپوشونیم. که من پیشنهاد بکنم شمایی هم که تو خونه دارید این پک رو باز میکنید، این پیک رو میخواییم بزنید و اصلا استریم نمی کنید و اینا، همین کار رو بکنید، مانیتورتون رو بپوشونید، بازیکنها رو دونه دونه ببینید. خب حالا ما میخواییم همین کار رو بکنیم. پیک اول رو از این آیکونا کمک میگیریم، به ریت و اینا همه چیزش معلومه. یه ده بیست چهل میکنیم، ده بیست چهل پنجاه شصت هفتاد هشتاد نود صد. اونی که صد بود حذف میشه، اون یکی رو میزنیم. تمام، پلیر پیک اول آیکونمون رو زدم. و ببین یا ستا پرایم زدیم یا اگه چیز دیگه هم زدیم، مثلا توتی چیزی معلوم نیست بغلاش، حالا ایبی نداره. میرم واسه شروع رولت، میرم واسه شروع رولت. آیکون شماره 3 رو، یعنی اینو میخوام ریتشو ببینم که 91 ال. ببین این متد یه نکته ای که داره اینه که شما باید بذارید الا رو بده، اصلا نگران نباشین، الا رو بذارین بده تا دبلیو بیاد بالا. الان ما ال اول رو زدیم. ال اول از چه ملیتیه؟ برزیلیه. برزیلی 91 خوب داریم. خب تنها خوب برزیلی روبرتو کارلوسه با ریت 91. آره دیگه، چیز دیگه تو پرایم و توتی و اینا نداریم. اگه روبرتو کارلوس باشه دبلیو که بذار ببینیمش دیگه. بله آقا دبلیو، همینجا دبلیو رو اصلا زدیم. من تا حالا روبرتو کارلوس نزده بودم، حالا به تیمم زیاد نمیخوره ولی نات بد. به عنوان بازیکن اول از پلیر پیک اول قبولش میکنیم، قبولش میکنیم، هیچی نمیگیم. حالا میریم سراغ این آیکون خوشگل شماره 1. خب اینو میخوام اول ملیتشو ببینم، حتی به غلط ملیتو میزنیم که وارستان فکر کنم چیز دیگه، سویچ کوف دیگه، کس دیگه رو نه. آقا سویچ کوف زدیم.
استوریج کوف زدیم پرایم و یه دونه از شورت ویدیو واسه تون گذاشتم که آیکون پلیر پیک تویس زدم و اینا. دقیقا بازیکن سمت چپی اونجا هم استوریج کوف بود، همین استوریج کوف 92. خب به هر حال اوکی، میریم سراغ آیکون آخری که اصلا هیچی ازش نمیدونیم، میخوایم کلا رولت استاتش کنیم. ببینی گولر نباشه یعنی شانس اینکه خوب باشه رو داریم، که گولر نیست و فیزیکال 92 داره. فیزیک 92 هم خداییش نیستم. اینجای بازی استامینای خوبی هم نداره، دف 92 هم داره اوکی. دریبل نداره، یه دفاع وسطش اروره دیگه. چقدرم اجریتی بالانسش پایینه. جی به پویول و اینا میخوره، البته پیس 84 داره. همچین کسی یادم نمیادش اصلا. بذار ببینیم کیه. او دیسایی برستی، چقدر رندوم دادش خداییش. دیسایی برستی و روبرتو کارلوس. فکر کنم کارلوس رو باید برداریم، با اینکه کارلوس تایتان بهتره و اینا، ولی خب آره دیگه اینا هم برداریم فودره. حالا کارلوس رو میشه یه کاریش کرد، یعنی مثلا تعویضی بیاری سی دی ام، به نظر من کارت باحالیه. حالا من کارلوس رو برمیدارم، ولی خب میگم دسایو اینا خوب بود، قیمتش هم همین الان چک بکنیم که 200K کلا آیکونا قیمتی نداره، کلا آیکونا قیمتی نداره. ولی برزیلیو زدیم، با متد برزیلیو زدیم، ولی دبلیوش مونده، دبلیوش مونده. حالا میایم این بالا یه دونه بج اوبی میاریم پایین. اوبی قراره که پکلاک ما رو بیاره بالا. این تا اینجا داشته باشین. ریت وسطی رو باز میکنیم و با دماغ میزنیم. اصلا میخوام ببینم با دماغ زدن یا با دست زدن چه فرقی داره. که بله ریت 90 میده، که آیکون با ریت 90 کیو داریم؟ هولندی هم استاد، خاک بر سرت کنم. یه هولندی هستی که ریت 90 رایکارد پرایم. بله من رایکارد شیپ شیفتر دارم، اصلا کنسل کلن این کارته. دو تا گزینه داریم، یعنی الان این ملیتش اول میدیدیم کورکوپرمون ریخته بود، وای حاجی هولندی زدم اینا، ولی اوکی. دو تا دیگه داریم و ببینیم چه جوریه دیگه. نیشن آخری رو ببینیم، روسیه است. یاشینه، یاشین زدم بابا، یاشین میخوام چیکار دهنت. من تو پیش قبلی گفتم گلر نداد خوبه و فلان، اینجا گلر رو داد. حالا ریتینگی 94 دبلیو، ولی غیر از این نمیدونم چی بگم. برو بری رولت استات کارت آخر. کارت آخر از پیک آخر قراره که اون کارت رو بده که پشمامونو میریزونه. میگی نه نگاه کن، میگی نه نگاه کن. شروع میکنیم با رولتش که 86، ولی استامینای خوبی داره، یعنی کلن فیزیکال خیلی خوبی نداره، ولی استامیناش اوکیه، استامیناش اوکیه. مهاجمینا هم نیست، دیفندینگ 91 داره، اجلیتی هم که اصلا بویی ازش نبرده، پاس 92 هم داره. این چه شروریه؟ همه چیزش ولی بالاه ها. 86 91 84 92 90 و پیسش اگه بالا باشه جالبه کارته. پیسش هم 90ه. این دفاع چپ و راست قاعدتا نه، چون این استت اگه هافک و اینا باشه خیلی دبلیوه. ورژن کارت رو ببینیم، بیرستی هم هست. اوه بیرستی با این استت. دوباره بذار من اینو بیارم، اینو ببرم و ملیتش رو میخوام ببینم. اصلا در ریتش رو ببینم، ریت همین اولی رو ببینیم. 94 آلمان. بتگوس برسی زدم، هیچی نگو. پشمام یعنی واقعا دریبلینگ پایینی که داشت 84 دیگه دریبلینگش، واقعا دل اصلا یهو آب سرد بود واسم. گفتم آقا اگرم قرار بود خوب باشه با این دریبلینگ خوب نیست، ولی متئوس برستی باجی واقعا این کارت خوبه ها. نمیدونم اسکیل 5 یا ویک 5، که ویک 5 به درد میخورم، چون ویک 5 واسه بازیکنی که هاف بک و توپ گیری قرار بکنه خیلی مهمه و متئوس هم داره. حالا تو این مقطع و این همه کارت خفن و هاف بک خفن، این که به درد بخور هست یا نه رو نمیدونم، ولی متئوس همیشه گیم پلی داره خداییش. های های سی ام سی دی ام و سی بی میتونه بازی بکنه. این سی بی بازی کردنش واسه چیدمان اولیه بازی خیلی به درد میخوره. سی بی بذاری بعد با یه هافکت عوض بشه، مثلا یه هافکی مثل اریک بایی هستش شیپ شیفتر،
اون کارته خوراک دفاع وسطه ولی پست اصلیش سی بیه. این دوتا مثلا با هم عوض بشن خیلی خوب میشه و کارت جالبیه. و ببین بعد رایکارد و یاشین واقعا متئوس زدن دل شیر میخواد و خوب زدیم. خدایش منتوده دیدین جواب داد دیگه. استادیومتون همین الان این استادیوم کوچولو برونزه رو بذارید که جواب میده. واقعا جواب میده. روبرتو کارلوس و متئوس زدیم. اگر کارلوسش تایتان بود، یعنی کارلوس بذار اینم بردارم گردنم شکست هی اینور نگاه میکنم. آره اگر کارلوسش رو واقعا تایتان زده بودیم، کارلوس تایتان و متئوس برسه خیلی دبلیو میشد. ولی نات بد. قیمتش هم چک کنیم، یه میلو باید باشه. دو میله نه، 1300 بازیکن، 1200. هرچی میره جلوتر میاد پایین تر. امیدوارم دیگه به زیر یک نرسه دیگه. نه 1200 بازیکن زدیم. اینجا یه بازی آیکون بالای 1 میلیون زدن هنر میخواد، واقعا اینو میگم. و خوب زدیم. متئوسشو هستم. چه سیسی هم گرفته، عکس نگاه بابا، بی خیال آقا. دبلیو پس از مدت ها بالاخره ما رنگ دبلیو رو دیدیم به خودمون. یه چیز نات بد قابل بازی زدیم و حالا میگم به در تیم من نمیخوره، چون زامبروتا دارم که یه سر و گردن بالاتر از متئوسه و سرخیو بوسکتسی که تافک دفاعیمه. شاید متئوس حالا از یه سری استات بوسکت بالاتر باشه، ولی واسه اون پستی که من میخوام الان بوسکت خیلی خوبه، خیلی خوبه بوسکتس. ولی میگم یه جوری جاش میدیم. راست اینم تازه زدم ها، اینو تازه زدم این هفته ویکند، همینجوری شل بازی کردم، برام مهم نبود. یهو دیدم سون داد بهم تو رد پیک، که فکر کنم توی این 4 5 هفته که ویدیوشو گذاشتم انقدر خوب نزده بودم. آره دیگه باشه اونو بازی نکردم، ولی سونم این هفته زدم و حالا میام یه کاریش میکنم و بازیش میدم برای اینکه بتونیم مثلا رودیگر رو اینا رو هم بازی بدیم. خوبه دیگه، آلمانیه. و دبلیو اینم از دین، امیدوارم که راضی باشین. حتما نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسین و دیگه بیشتر از اینم جا حرف دیگه نمیمونه. مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک بنو، تا ویدیو بعد.